بازم به سرجان مبارک باشه سالگیرش که ما اینجا مانیم. لحظات البته برنامه را تعقیب کردن تشکر میکنم. قیس جان نظامی چهار برادر خداوردی خو زیاد است و از تمام همکارایم در دل اینا هم چیز نگردن و من نفتم از اوجا در موبای نه و اسلامی سلامی هست به بیچاره یک قسم خیزد یک دفعه در موبای هست بولا برازی چی میگم او بیادر تو خر بارو بلا میشی یاد خدا و بارد سلام خدمت تمام شما شنونده عزیز رادیو مزگار و همچنان چنل یوتیوب صدای کابل و اعضای دل امروز خواهد بگویم که هیجان هست میدیم برنامه چی میکنند و سلام به کسایی که ما در خارج از کشور بینینده است و سلام به کمرمین عزیز ما و اعضای دل شما را متعجب میسازیم که امروز چی گپ است که ما فعلا در کجا قرار داریم و یکی از رسالگیر دوستای ما است البته سحر جان که مدت 15 سال است دوست هستم و یک هم دیگر سوگار میشونه جسد. نه نه بازم بازم دارم. میبینی که نیمه کار دم
میگم 100 روپیه داده میشه نیم کار داده است کار دیگه 100 روپیه دیگه نمیگم اینا دیگه اینا دیگه چرا کم کنیم نه زیاد کار ما داریم 500 کی سام زازا نمیشه دیگه شاد ساخت البته ما را خانه خواهد هدایت جان را شاد ساخت و پیسه گرفته بسیار خوش آمدی فضل عزیز زنده باشیم تشکر یک دنیا تشکر بازم با سهر جان مبارک باشه سالگیریش ما اینجا آمدیم با افتخار خودتان بسیار باشیم چند چند شما ساعتتون بسیار زیاد تشکر سلامت باشین فضل جان عزیز که تشریف آوردین البته سالگیری سهر جان از دیگه ما را شاد ساختین به خاطر سهر جان یا با هنگ سالگیری ما اینمی لازم اشنام از آقا فچرا نیمی آنگ سالگیری را بخونیم بخیر با دازو باز که ما محفل داریم از این خاطر والا ما فکر کنم از سهر جان که محفل ضروری نیست بخاطر آه سهر جان شما نازران هست خیلی خب مقصد میخوانیم در سالگیری را درست از ما بشنگ از ما محنگ سالگیری را بشنم اینر و ببینیم که باز سهر جان را یک کیکنه انوز وقت هست باید که مرا زیاد دازار دادن سهر جان مکمی منو شد کیکت رو تکنم Oh, God.
سلام عرض ادب خدمت تمام شما بینای خوبه سلام کابل میبینین که من رو بستنی بچی حالا روز رسانده هنوزی کم هست ده همه ساله اینمی دوستای منمی کارشان هست دوگم شکار کمره من رو ساختم. خب تشکری خواست میکنم از تمام عزیزم، تشکر از آرش جان عزیز، از سات مرجان، از قیس اسلامی، از تمام دوستایی که اینجا هستن تشکری خواست میکنم بابت از اینکه امروز سال روز تولد مرا یادشون بود و برگزار کردن و شما عزیزایی هم که بودین مرا در وضعیت ندیده بودین، امروز در وضعیت هم مرا ندیدین که چقدر وضعیت مرا خراب ساختم و البته سر و صورت مرا با کیک یک رایکسون ساختم. ما یک سلام مجدد بر شنوندگان عزیز کمیل از صدای ما را میشنوند از رادیو آموزگار. خدا کنه شما هم دارای صحت کامل باشین در گوشه و کنار که باشین. تشکری خاص میکنم از اسلمی عزیز، از قیس، باز هم از تمام عزیزای ما، از فضل جان تشکر میکنم که امروز در برنامه با ما بود، محفل ما را رنگین تر ساخت و مرا البته سرپرایز کردن دیگه. بسیار تشکر میکنم از تمام دوستان. سلامت باشی شهر جان. چند ساله شدی؟ 51 شدم دیگه. 51؟ نه 51. راستی؟ راستی دیگه. اونم 51 شدم. اونم اونجا نوشته است 51. تو هم قصه از رو نکنی که مردا را یک پس 5 سال با تو هم دیدیم تا میگه مردا را یک پس 51 مردا را یک پس بخاطر که ما چهار برادرای خداوردی هستیم. ما ایران میمونیم که خدایا ای سه تا خب ما هستیم، حالی چهارمی از یک تو ما دختر هستم یکی از دیگه. یک روز که ایل از زبانش برام گفت برادر چهارم ما خودت هستی. چهار برادر خداوردی، برادر خداوردی و یک برادر محبت ناراضی شدن. ناراضی شدن نبود و بازم تشکر میکنم از امی هر چهار برادرای خداوردی که هستیم. بازم تشکر میکنم از قیس اسلامی، از قیس عزیز و همچنان بازم از فضل جان تشکر میکنم که من هیچ اصلا در جریان نبودم و قیس امروز البته فضل جان هم در برنامه داشتیم، از کاروبار هم موندیم. بازم تشکر میکنم از شنونده عزیزم که تا این لحظات البته برنامه را تعقیب کردن تشکر میکنم دیگه. هر قدر تشکری کنم کمتر است و عزیزایی که در خارج از افغانستان هم هستن تشکری خاص از شما همچنان میکنم و تشکری میکنم از او قلبایی که شما بر من گذاشتین، کامنت هایی که بر من گذاشتین، بسیار تشکر میکنم. باز هم البته فراموش نکنین که چنل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوهاش لایک کنین، سعی کنین حالت ما تبلیغات انجام میتم و همچنان رادیو آموزگار هم شنونده باشین. برنامه خیلی خوب داره که تقدیم شما عزیزا میکنه. سلامت باشی حتما اون چهره مقبوله که ما ببینیم حتما لایک چی که دیسلایک هم نمیکنم. نوازل جان حتما لایکش میکنن، 100% لایکش میکنن. خب اگر سوال خود اگر نداری انشالله از من سوال سوال آخه زیاد هست. چطور سوال امروز سوالات اسلامی باش که گیر آمدیم باش که چیشی سوال ها میکنم. یه خاطره جالبه تا البته از ما و استاد قیس که اینجا تشریف داره، اما یه خاطره جالبه تا میشه که نمیده از بیدیم ده ها میبینه که بگو یک سحر جانم کدام خاطره تو جالبش هست که هیچ وقت تا اون گفتی از فضل جان گفته بودی که هیچ نگفته باشی اونم رو روز بر ما میگی. خاطراتم واقعا از قیس جان، از امی چهار برادر خداوردی خود زیاد است، از تمام همکارایم در دل اینا هم چیز نگردن. یگانه خاطره جالب ممی است که امروز در کنار همگیشان هستم
و خود ما تنها احساس نمی کنم و با وجود که اینا را دارم میگن رفاقت جنسیت در رفاقت مهم نیست، رفاقت رفاقت است ولو که دختر باشه یا پسر باشه. و ما اینقدر خود در بین این بچه ها ما خود احساس راحتی می کنم، باور کنین که قدر راحت می باشم که ما اعضای فامیلم همیشه فکر کردیم اینا را، ما فکر کردیم که ما خودم هم در بین از اینا خود یک مرد قرار دادیم، همیشه احساس کردیم با وقت هم خود احساس نکردیم که ولو ما دختر هستم ما باید چادر بپوشم، ما باید دختر هستم ما باید حداقل یک کمک جامعه اسلامی را در نظر گرفته، البته باید گوشه و کنار باشم. والا از تمامش یعنی واقعا خاطرات شیرین دارم، تمامش برام خاطرات شیرین است، همه روزم که با اینا هست تمامش خاطرات شیرین است. اصلا از استاد قی چی خاطرات داری؟ یه خاطرات جالب تا میشه بگو یک از استاد قی سلام. از استاد قی همیشه خاطراتم شیرین بوده، جالب بوده. امی اولین روزی که یادم میاد که ما اومدم چادرک سفید مکتب در سرم بود، وقتی که در رادیو اومدم اولین کار از رادیو شروع کردم، که اومدم قیس جان دیدم گفت که شما، گفتم که ما اومدیم، گفت که از مکتب اومدی، گفتم از مکتب اومدیم، گفت جان اما تو بودم قیس جان که اگه یادم نره، گفت که شاگرده که مکتب اون، گفت این یک تا اومده دیگه هیچ یادم نمیاد. قیس جان که وفادار است که از دوران مکتب ترم دقیقا مثلا نمیفهم قیس جان سن چند بودم، سن 5 بود نه کمتر از او بودم، سن 6 بودم فکر کنم، 6 ام موف بودم که اومدم به رادیو، گفتم ما میخوام که یک برنامه داشته باشم. باز قیس جان لطف کرد، استاد نصیر بسیار کارو میکنم که لطف کرد، ما از برکت تمام دوستایم امروز در اینجا رسیدیم، اگرچه که اگر اینا نمی بودن پس سحر هم وجود نمی داشت دیگه. و ما به هر مقامی که برستم تمامش دست اینمی تمام دوستای ما هست که ما در اینجا رسیدیم. سلامت باش سحر جان، زحمتای خودت از واقع دختر زحمت کش هستی، ما که فکر میکنم در قلای بلند برسی، همیشه هم تو موفق باشی، واقعا دختر مرد هستی که در حالت کوشش کردی که باید از ما به جای برسم، این زحمتای خودت است و تشکری میکنم از خودت، تشکری میکنم از کامرمن عزیز که بیچاره زحمت کشید امنه حال کیک هم نخورد، اگر خب تو خیر باشه پس اون باز من میدیم دقیقا با فضل جانم فکر کنم که میره، اما فضل جان شما از کیک اگر نگیرین باز دیگه هیچ امکان نداره بسازید، بگیرین در موتر باز باشیم، قربانت سلامت باشیم، سازه تشکر میکنم، زنده باشین. و یگانه چیزی که هست اسلامی، ما همیشه باور کنین که خوش بایی بودیم که دوستای خیلی خوب داشتیم در کنار خود، مثل قیس، مثل قیس دیگه، اگر چی کردش هم قیس است باز اسلامی ما میگم باز وقت باز میگم بخاطر که اشتباه نشه، اگه بگویم قیس کلان قیس خورد بازم نمیشه، اما خوب است که یکی اسلامی بگویم یکی قیس بگویم، اگه یک تا برادرم بگویم مشکل ندارم، من برادر نمیگم بخاطر که لیست برادرای پورا شده والا ایزای دل چی بگویم، بخاطر که من خودم یک بیادر بازویت هستم به او خاطر من از هر دوی تانه هستم، هیچ مشکل ندارم. نه خیر بین از ما لیست خوارایم بودش وزنی خاطر و تشکری میکنم سحر جان از خودت. نگه سحر عزیز یه خاطر جالب تا بر ما نگفتی، از ما سیاد میگی یه خاطره که خیلی زیاد جالب است. من یک روز در سر طرف فکر کنم که کوی تلویزیون بود، اما تو قیس جان نه کوی تلویزیون بود، ما مو طرف دیگه مسیر ما بود میرفتیم، قیس اسلامی بسیار دیگه یک قصه بود که زیاد تراجید بود، از هم شخصیش بود دیگه، خواست دیگه که در بین موتر ما چهار برادرای خدا وردی کشیشتیم، من دیگه همیشه اما سیت پیشوریم جای ماست که اونجا میشینم، بازی سه دو برادر خدا وردی دیگه اینده پشت سر میشینم دیگه، اونجا قصه در این قصه کردن یک دفعه مو اسلامی بسیار تو یک رقم تراجید شد، احساس کردم که اینا رو گریه میکنه دیگه، مو امترام یک وقتش بود دقیقا دیدم که یک دو دانه دل نازک داره، دل نازک داره، دیدم که دور از پیشوریتان بگویم یا دور از چشمتان بگویم یک دانه اولوخ بود، یعنی دو دانه خر بود، یک دفعه نبردم نبردم، من شوخی گفتم، گفتم که اسلامی اینجا چی میکنی؟ اون هم بود که سر ازی خنده میکنه، سر خود را جوری کنم خندک و خلاصه همون روزش باز ما سیاد رفتیم، گفتن چی کنیم بیاین یک چکر میریم، گفتم خیلی بیاین تمام همکارا میریم چکر، خب خلاصه از اینجا رفتیم به طرف چکر سیاد رفتیم، یادم اون سیاد دیگه موجه اسبای خیلی مقبول است که تمام دوستا سر از او اسب سواری میکنن، ما را گفت میریم، ما گفتم نه والا ما خو نمیرم، ما یاد ندارم، ما نفتم از اونجا دمو باین او اسلامی سلامی اسب بیچاره یک قسم خیزت یک دفعه مو اسب والا برازی چی میگم او بیادر تو خر بود بالا میشی، گفتم این امو هم تو را اینجا شناخت واقعا من خیلی جالب بود خدا دیده بودم بیخی چرت من خراب شده بود، بسیار مقبول شده بودی از امو خواهد همیشه تو مقبول هستم و همیشه مادرم میگفتم خب
که باید هست یک دختر باشه قبول باشه نام خدا نه بسم الله الرحمن الرحیم ما که میگم که مقصد می دست میاد من فکر کردم که خدای ناخواسته کدام انتخاب باشه خیلی باشه گل و بویدار ما خواهش میکنم گل و بویدار ما سیات ما بعد باش یک قصه دیگه هم براتون اجرا کنم گل و بویدار بوده نام کارم میجا شوخی میکنه باش قصه از اینا را گوش کنین امروز که من امروز البته در برنامه من یاد میشم یک روز دیگه قیس جان لطف کرد ما قسم رفتیم چکر تمام دوستا بود همکارا بودن خلاصه از اینجا رفتیم به طرف شمالی رفتیم در قسمت راه رسیدیم امی گلای تازه که نو بهار میشه قیس جان همون ترسنی گلای لاله بسیار مقبول و زیبا میباشه همونجا پیشوریش آمد قیس جان برما لطف کرد گفت که خیلی یک دسته گلای نبیگی گفت سهر جان باش که حضوریت میکنه اونه خودش هم ترسید یک دسته گل بسیار مقبول و زیبا را گرفت یک ممی بوی کردم گفتم والا چی یک بوی خوبش میتا گفتم قیس جان تم تشکر از اینکه گفتم خودت گفتم می قسم گلا را گرفتی گفتم واقعا خیلی بوی خوبه میتا اصلا می دیگه خدا یار جانش با یکی از دوستایش بود همراه ما دوستایش بود همکارمون بود بخیر یعنی قیس که برای سحر گل خرید گفت مام سر زد از این ما به تو میخرم من گفتم والا ما چهار برادر هستیم خیر آوازم گپ نیست بخیر تو بازم مشکل نداره خو یک جای استاد کتی گل گرفت یه گل کت بوی کت گفت خو بوی نداره گل گرفت در فرق عزیزت در دیگه جای استاد کت قیس هر قیس رو بیچاره استاد کت که قیس یک دانه دگان میگرم یک دانه دگان گرفت گل بوی نمیداد خب ما چی کردم مثلا از این گل عطر یک ذره زده بودم مکیل بوی میدادم تکنیک زده بودم شما هم اول چاو تور بودین معجزه گیر کرده بودم ما این گل گرفتم عطر زدم میره که دخترا رو میدادم که بوی میگن می والا چی یک بوی داره حالا گل خود از اینکه که میگرفتن بوی میگن می فال خیلی چرا بوی نمیداد گل خو یک گل است خیلی چرا بوی نمیداد واقعا اون بر من خیلی جالب بود که یکی از قصه شیرین دیگه بود که در راه البته خاطرات سراسر زندگی خاطره هست تمام وقتا که ما با هم بودیم همش خاطره بود برای ما همش و از او خاطرات دیگه نخواد برگرده و برمیگرده چرا نمیگرده انسان همیشه با دوستا باشه با همه عزیزا باشه یک جا باشه دوستی و رفاقت اجگاه یعنی قسم نیست که باید انسان نپذیره و دوستای خود باید ترک کنه برای یک روز دو روز باشه انسان همیشه در هر کس اگر باشه ما همیشه توصیه ما همیشه دوستانه باشن بوده یک دانه دو دانه سه دانه نهایتش چهار دانه دوست رفیق جانی داشته باشین که در زندگی در خوشی در غم در همه چیز همراهتان حاضر باشه تا حاضر به همه حالت باشه که همراهت ساده باشه بله پیشترم گفتم که رفاقت جنسیت نمیخواد و نداره همیشه انسان باید در زندگی خود یک دوست داشته باشه و ما طرفدار همیشه باید بودیم که ما خدا را شکر در هر گوشه و کنار که هستن تمام عزیزای خدا تمام مردم خدا دوست داشتیم و یک صمیمیت و یک رفاقت ایجاد کردیم اونجا تا ای که مردم عزیز ما واقعا خسته شدن از جنگ از انتحاری از سر و صداهایی که شنیده میشه هر روز قتل و قتال که میشه واقعا از اینا همه مردم ما خسته شده اما امروز خواهش میکنم از تمام عزیزایی که در هر گوشه و کنار که هست هر دردی که در دل خود دارن یک دوست نهایت خیلی خوب در کنار خود داشته باشن واقعا تمام غصه های انسان کمتر میشه اگر برازو بگویی باج دل انسان کمتر میشه اسلامی بلد. و امروز از اسلامی هم خیلی زیاد قلبا تشکر میکنم که این محفل بر ما برگزار کرد و اینقدر بر ما زحمت کشید تمام همکارایی که بخش در رادیو آموزگار کار میکنن تمامش همکارای ما تمامش نور چشم ما هست تمامش رفیقای ما هست نه تنها این چهار برادر که من میگم که چهار برادر خداوردی هستیم نه بلکه از تک تکشان تشکری میکنم قلبا تشکری میکنم که با وجود که ما در یک روز مگر میم واقعا مرا قسم یعنی امروی من رویه میکنن یعنی مرا از قبل ها مشناسن و امروز از قیس اسلامی یک بار دیگه هم تشکر میکنم سلامت باشید تشکر زیادتر چیزا میتونستیم که برات کنیم البته نتونستیم به خاطر عمق میگه کم ما کرم شما قربانت میگه اگر برگ سبز و توفی درویش یک متر داریم که اگر قدر یک سیب نداریم ما کل باغ برای یک نفر بتیم و اگر قدرش نمیدونست بس از تمام باغ سلامت باشی لیاقت زیاد چیزا را داشتی خب باز ما چیز کستوان ما بود برات کردیم و سحر جان از این بگو قیس اسلامی وفادار است یا نه قیس اسلامی اگر وفادار نمی بود دیگه امروز در کنار من نمی بود اولش یعنی وفادار است در شرایط هم باید بودیم در هر شرایط در هر حالت در هر وضعیت بوده حتی باور کنین که قرار باشه که اگر سه بجه شب و مرش زنگ بزنی که اگر یک کار باشه مثل هسکر واری نما تازر از باز ما میگمش که تو هیچ خو نداری عاشقا خو نداره عاشقا خو نداره من چه پیچه قسم عاشق هستم و ینگی مرا تو گفتی اگر تا نشان بده که ما بریم نگاجه لکنه زود که گرفته بیاریمش خیم تهار کیمون سب ینگه شوی البته حال خیره خیر خدا می روان است انشاءالله نوازش هم می نمی جستا از نوازش خود چی میگی برش زودتر اقدام کنه دیگه نی و از نوازش عزیزم تشکر میگم که امروز بسیار رقص نوازش از نو بشه که خواسته بوده من اجاره لنگنگ زدم میرم از نوازش هم تشکر میکنم انشاءالله که عروسی کنه که بخیر بیم اینامه تو محفظ شده نامزاد هست منم لنگر از یاد دوست دارم
باید هم دوست داشته باشه. هر کسی که هر همسر انتخاب میکنه، دوست، دوست رفیق، هر کدام سر جای خودش است. اما فامیل یک بخش زندگی علایدی زندگی انسان است که انشالله بخیر نوازشم به آرزوهای خود برسه که بریم در محفلش، اما چنان رنگین بسازیم محفلش بخیر که خوب پایکوبی کنیم دیگه، اسلامی یک دقام موتو نشیم. اسلامی وقتا چی میگن شام مجبور یک دو بجی نسوار ببریم پایکوبی کنیم. چرا؟ به خاطر اون امور رقم پایکوبی نسوار نگفتید، پایکوبی قطغنی رقص، پایکوبی قطغنی فردیوال دقیقا. خب بازم تشکری میکنم از خودت به بابت تمام زحماتی که برام کشیدی. پس دیگه زیادتر از این زیادتر وقت تو رام نمیگیرم، سلامت باشی، دیگه از دوستارم نمیگیرم، همکارای من همینجا پشت سر صحنه یک قسم شوخی میکنن یا که بیخی جیر میبرن، جان میبرن شما بگم باشی، فقط هم رو میخواین بتر کنن. اینی کارشان است دیگه. خوخیر به هر صورتش با وجود میترسم هم خوخیرم. آرش جانم فکر کنم یک تشکری خاص از آرش رو میگم. آرش جان بیا تو خودت هم در کنار ما بیا اینجا، بچه رو بکس مست، بکس مست نگه او بیچاره یک کمک او بسیار تخت بستاره خود دقیقا او دیگه شکار کمره میکنم. و یک تشکری خاص میکنم از فرید جان عزیز، تشکری خاص میکنم از دقیقاً خارج از افغانستان هست که کچپک کردی او بچه شوخی نکن. اما تو سلام های از کریم تقدیم فراد جان باشه، فواد جان، فواد جان البته. یک تشکری خاص از اجمل جان میکنم که امروز در برنامه ما بود. این هم همکار خیلی خوبم از نگاهتانم اونه که امروز زحمت هایی که هر یک همکارم کشید من دیده نمیگیرم، انشالله در زندگی همیشه تمامش برمه این خاطره میمونه. نکو شوخی او بچه که دیگه نمیارم دیگه شوخی ها بچه هم هست. خب خیره به هر صورتش دیگه جاتر از این وقت داره نمیگیرم. فراموش نکنین که باز هم چنل یوتیوب و البته صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیو گاکایش لایک کنین. نظر باشه، پیشنهاد باشه، انتقاد باشه راجع به برنامه و خودم پذیرا هستم. شما برام پیشنهاد بدین کدام دوستا رو میخواین که من در برنامه داشته باشم، کدام هنرمندا را، محلی خان باشه، هر کسی که باشه با شما استاد دعوت میکنم تا اینکه چند دقیقه بتونم که در لبای شما عمو خنده نقش بگیره. البته کوشش های نهایی خودم میکنم ان شاء الله. سلامت باش سحر جان، حتما سالگرد تا تمام دوستا بیقرار است که ویدیوش رو ببینن. مگر این قسم که ما را کیک و یارا گرفتن به صورت مزاتن دوستا که شما ببینین. هنوز ما کمش زیاتش پاک نکردیم، خوینه مونده ده کوشش ازی هستم که باش که سر صورت خود باید امروز کیک پاک کنم. اما مارج جان بسیار موزر از در بین همگی ما امروز اسلامی که وقت روز سال روز تولد کسی فقط مستقیم روی از رودم کیک میزنن، پس میکشن از یک چیز دیگه جور میکنن دیگه، فقط شما فقط نمیشه. من تو کیک گرفتم اونم تو یک شگه پوف کنی کلی تا بزنم مگر نه مگر خوشت که لیاز مکدی که یک کمک فیشن کرده بودم من فیشن هایم هدر نره با وجود خیر یکم که سر کرد مگر فکر کنم میکاپ شیشه ای کردی. دقیقاً میکاپ شیشه ای لاینر است یا پرایمر؟ نه نه لاینر است. لاینر است. خب برند است مقصد برند است و تنیس مقصدی اون فکرت باشه از وطن خودم. خب خوب است، خوب است که از وطن خود استفاده میکنی، از خاطر وطن خود لیاز خودم آرامه کنه از اون خاطر. ما همیشه تمام از اوناست که استفاده کنم بگیرم تمام شب وطنی زیادتر دوست دارم. باز شوخی را شروع کردن یا خب خیلی اینا شوخی هایشان هم به حد خودشان هست، خیلی جوان هستن. خب سحر جان وقت هم کم است نابوزید خدافیزی کنیم یک از دوستا و نکو شوخی و بچک نمیانم خیلی نام به همین لحظه تمام شنونده های رادیو آموزگار صدای تمومش نیم و همچنان چینل یوتیوب صدای کابل و دوستان تشکر میکنم راست پیام آخر تمش نیم. آفرین پیام هم همی است که همه تان خوش خندان باشین، همه تان بخندین و بروی همه غم ها بخندین تا همه غم ها شرمسار شوند. سلامت دیگه کدام گفتنی خواست ندارم. بازم تشکر از تمام شنوندای عزیز و بیننده های عزیز. همیشه هم تو مقبول باشیم اگر می رقم عرق کردی پرایمه رای سر کلا. خب هر صورت تشکر میکنم از چینل یوتیوب صدای کابل و البته سالگری سحر جان بود که انشاءالله ما امروز نوبت مایک مقصد خود مایک ما را گرفت. البته مهمانی بلکه میزبان هست. من میتونم از وقت کار آمده امی آیفون 12 در دست دارم رو دجیب دوان خواهد. این آیفون 12 نیست از آید دلیونی که ما بیچاره هم سامسونگ اکا حساب قصد هم. این آیفونه؟ نه از من نیست، من از چیز کس را نه 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 فقط اینمی هست. خب تشکر میکنم از همتان و البته سالگری سحر جان بود. با امید که یک برنامه زیبا داشته باشیم، ما البته با امید که چینل یوتیوب صدای کابل را بیننده باشین و تشکر از همتان. زنده باد افغانستان، خداحافظ همتان.